آقا من اگر بخوام بیا حالا ما تو پروژه های مختلفی که خیلی بزرگ بوده اینا رو با سرچ کردم فهمیدیم داستانش. فرض کن شما چند تا دیتا رو تو همه زبان هم هستا، یعنی الان مثلا گولنگ گولنگ هم داستان داره، چه نود هم داره، شما میخواید چند تا رکورد رو پشت سر هم دیگه ببرید تو دیتابیس بخونید. ممکنه هزار تا رکورد باشه، خب ممکنه چقدر باشه؟ هزار تا رکورد. الان مثلا من چقدر میخوام بذارم؟ مثلا سه تا رکورد. سه تا رکورد رو میخوام بیام پشت سر هم از مثلا کاربر گرفتم. ممکنه اون سه تا رکورد یعنی چی؟ مثلا شما داری دیتاش رو میگیری، اسم فامش داری میگیری، یه دونه مقدار دیگه برای یه دونه کاتگوری دیگه باشه، یه مقدار دیگه برای کاتگوری دیگه باشه. میتونی از این دستور استفاده کنی، یا کلا برای اینکه چند تا دیتا رو یه دفعه توی دیتابیس قرار بدی میتونی از این داستان استفاده کنی. خب من میام اینجا میگم SQL، این رو میبینید این مقدار رو، خب اینو من میبینیم محمد فدایی و میام اینجا یک کنترول دی میزنم برای اینکه این استرینگ رو بهش بچسبونم. چیکار میکنم؟ دات مساوی یعنی چی؟ کانکت کنیم. دات مساوی یعنی کانکت کن. این مقدار این یعنی این. یعنی دالر اسکیور دات این مقدار. درسته؟ حالا به جای اینکه اینجوری بنویسم بنویسم دات. محمد فدایی رو به دی ام فدایی رو تبدیل میکنم. نه این یه رکورد دیگه. آره. نه داره یه رکورد دیگر رو بهش میچسب. مثلا نگاه کن اسم خودتو می‌نویسم خیلی ساده. تو یه یوزر دیگه، این یه یوزر دیگه است. اصلا فرض کن به من یه پالیسی میدن، میگن هزار نفر رو من توی وبسایت در واقع ثبت نام کردم، هزار نفر رو مثلا بیا بریز توی متغیر به نام SQL، بعدن بیا این هزار نفر رو مثلا شب وارد دیتابیس کن. خب دیتا سی دیتا از سمت من از شما گرفت، میام اینجا دار اسکیو دوباره دات مقدار جدید اسکیو، میام اینجا یکی رو میگوستم چی؟ مثلا تی ای چاینی. خب سه تا رکورده پس یا نه؟ اینجا هم دقیقا اومده از دات استفاده کرده. دستوری داریم به جای MySQL query به نام MySQL multi. خب MySQL multi multi query. multi query چی میگه؟ میگه اول MySQL رو بده، میگه کانکت مال تو، میگه حالا SQL رو بده. میگم خب حالا چه اتفاقی میفته؟ multi چند تاست، شما میتونی دیتا ها رو بگیری، اینا رو ببینی، اینا رو من میتونم استرینگ استرینگ بگیرم، حالا نشونتون میدم، میتونم اینا رو آرایه هم بکنم، اون آرایه خیلی قشنگه، میتونم همه اینا رو آرایه کنم، این دستور رو بگیرم بکنم ایش آرایه، یه ایندکس از آرایه دستور بعد یه ایندکس، یه دفعه آرایه هزار تایی داشته باشم، هزار تا رو یه دفعه بیام بهش بگم بچ کن، بفهم بچ چه میشه. آره دونه دونه تخت تخت همینجوری میاد پایین. تو دیتا رو یکی گرفته ریخته تو آرایه، حالا من کار ندارم چجوری گرفته میشه. خب یه نفر به من دیتا رو از یه جا داره میده، میگه ببین من هزار تا کاربر دارم، آرایه است، این آرایه رو بگیر بریز تو دیتابیس، یه بچ کن، یه بچ هزار تا رکورد، مثلا چند تا مثلا فرم گوگل چند تا چیز میگیره. حالا اون دیگه من به پالیسی چیز کار، آره میتونم همه رو آرایه کنم، آره اینسرت میکنم دیگه، اینسرت فلانی اینسرت فلانی اینسرت مثلا یوزر فلان پست که بهش وصله اینا بمانم قراره، میگم موارد رو بررسی بکنم. حالا من مالتی زدم یعنی چی؟ یعنی چندین رکورد، چندین رکورد بیام اینجا با هم دیگه بریزم، بریم ببینیم واقعا شدنی یا خیر. F5 هیچ مشکلی پیش نیامد، میام اینجا از 4 تبدیل به هیچی نشد، شد
نه چرا به نظرتون این سر یوزرز هم نیورد داره مالتی مایسکیل مالتی کوئری سکیل هلسش رو بیایم یه بکنیم بزنیم ارور نمیدونم چکار کردم چه مشکلی داره خب ارور چرا ارور بزنیم شده بگیم دات مایسکیل آی خب یه کاری کنیم دارم مثلا مایسکیل آی ارور و یه میشه ارور این رو برگردیم ببینیم چی هم گرده هم که MySQL رو آرمان ماست دیم بول دیم خب این بول داره این داره بولی هم برمیگرده خب بزنم کانکت رو بزنم ببینیم چیزی برمی گرده دستش در بکنیم خب SQL آها ببخشید اینجا باید پشت هر کدت رو یادم رفت باید سمیکالن بزنم سمیکالن بزنم به خاطر من آرایش کنم خب من اینا رو خودم آرایه میکنم یادم رفت این میشه یه خط کد خب آره نگاه کن انگار من این خط کد رو اینو میبینی اینجوری گذاشتم خب پشت سمیکالن نذاشتم دوباره انگار اینجوری گذاشتم خب این نمیتونه اسکیل درکش بکنه به خاطر من حتی سمیکالن بزنم یادم رفت اوکی پشت سمیکالونشون ازشون بیارم پس حواستون باشه سمیکالونشون میذاریم insert users و چهار به چند تبدیلشون هفتا درسته هفتا سه تا دیتا رو با هم هول دادم اوکی حالا به جای اینکه بیایم این حالا این حالت رو خاطر بسپار فقط سمیکالونشون رو بسپار این یه مورد حالا اگر من بخوام بیام آرایش بکنم آرایه کنم یعنی چی یعنی اینجا من میخورم این رو یه ایندکس ایندکس صفر بعد درک خوبی از آرایه ها داشته باشه که درک خوب ما بهتون داریم اینه یا اینجور این هم یه ایندکس خب این هم یه دونه چی؟ آره اینه بعد یه ذره برمیستی که آره در حد معمول باشه من معمولی تو سعی دارم کنم که هرپی هاشو بگیریم بگیریم خب الان اینجا داستان دیگه آرایه است یعنی الان من ورداف بگیرم دوست خودمون اسکیول رو یه آرایه چیه؟ تگی پی هم بزن الان در واقع سه تا آرایه داریم و این موارد وجود داره درسته؟ من اومدم به این شکل قرارش دادم و آرایه آرایش کردم و به این شکل قرارش دادم درسته؟ ولی سمی کالونش رو بر میدارم ببینیم آیا تو دیتابیس اگر به صورت این ما در آرایه بکنه آیا جواب میدیم خب این نکته ای داره ایشون چیه؟ یه آرایه است خیلی راحت هم میتونیم کار بکنیم فوریچ دالر چی؟ دالر سکیول از دالر مثلا آیتم میام اینجا چیکار باید بکنیم به نظرتون؟ اینجا گذاشتم ما ایچ که مالت کوئری و اینجا کانکت و آیتم رو باش پاس میده دونه دونه میگیره داره پاس میده خب 100% از دارم مالتی کوئری استفاده میکنم یه جوری باید سمیکالون رو میذاشتم نذاشتم که ببینید چه اتفاقی میفته مالتی نه میخوام چند تا رو با هم دیگه رو بدم خب میذارم هم چیزی که MySQL خب چیزی که MySQL آی کوئری این یه دونه یه دونه است خب باشه اوکی خواستم مالتی کنم دونه دونه بدم تو مالتی دونه 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 هول بدم یه دفعه بفرست آره حالا اینجا این چیزی که شما دارید انجام میدید یه فوریچ که میزنه یه دونه یه فوریچ میزنه یه دونه یه فوریچ میزنه یه دونه خب حالا میام اینجا برمیگردم میام کانکت داره آره بروز داره شما آیتم اصلا هدف بچ چی بود همین بود میزنم و الان بیایم اینجا چند شدیم؟ ده آخری رو داد فهمیدی شد؟ آخری رو گذاشت درسته؟ نه دیگه هفت بود دیگه هفت تا محمد فضایی دوباره درسته سه تا میریم اینجا دوباره ده هم بشه سیزده درسته؟ یازده دوازده سیزده حالا
فرقش با این چیه؟ این مالتی کوئری. مالتی کوئری هم میام به این صورت میزنم، فرقش اینه که اون یه دونه یه دونه میده، این یه دفعه بچ خورد میده. به درمانه بچ سیر شما نمیخوام هی تکرار بشه. خب درستش این شکلیه که شما بیا نمیخوام که الان من اینجا سمیکالون رو گذاشتم یا نه. خب بدون سمیکالون اومدم آرایش کردم و به این حالا آرایه فوریش زدم، اومدم از MySQL مالتی کوئری استفاده کردم. اینم یه راه دیگه ای بود که اومدم اینجا استفاده کردم. بریم سراغ آپدیتی که بلدید. من در مورد آپدیتی صحبت نکردم. خب بگو. ما یوزر دیتا شده نه. آره. ما داخل خود پیشتی تنظیم میکنیم که آقا اصلا اول آدم میخواد داره گیر کنه به آقا هم چیز هست بره احواسنجی کنیم یا هم چیز هست که نمیتونی بارد بشید، یعنی که داخل دیتابیس هم میتونی بیکار بکنیم اگر کوئری که بیاد باید سلکت کنی دیگه، اولت سلکت انجام بدی پیداش بکنی و دیگه آقا ایشون هستش مثلا جو بشون هست هم داخل سلکت کنیم. آره اولت دیگه تو خیلی ساده است به این شکل و سلکت هم که یه ماهی سی و کوئری سلکت رو بری بستگی داره به پروژه. من فعلا همه سلکت رو شروع نکنم، بری من دارم تکنیک یادم. خب تکنیک تو پروژه رو باید برای بشه، یه دفعه میری یه جا یه دفعه میگرده میخوام من 10 تا رکورد رو با هم هندل کنیم. خب 10 تا فرم، 10 تا فرم تو صفحات مختلف و همه شون میخوام برن کجا؟ میخوام برن تو یه دیتا، یه تیبل توی دیتابیس مثلا من قرار بگیرم. مثلا من حالا پروژه هستی ممکنه اینقدر رکورداش زیاد بشه که اتفاق بخواد بیفته. خب من میام 10 تا فرم رو دیتا رو میگیرم دونه دونه چیز میکنم، میام میگیرمش و این عملیات رو انجام میدم. میام مالتی کوئریش میکنم. آها مالت، من هدفم اینه که مالتی رو یاد بگیرم چند تا رو بخواد با هم قرار بده. حالت ساده‌اش که کانکتی بود، حالت آرایش. سوال در مورد بریم سلکت رو انجام بدیم. سلکت داستانا داره. خب در مورد